سرویس به طور کلی بسته شده که بیشتر سرویس های اروپای شرقی هستن، مثل بخش مقدونیه، بخش آلبانی و سرب و زبان انگلیسی برای کارایی و پرتغالی، زبان پرتغالی برای آفریقا. این پنج تا سرویس به طور کلی بسته میشن، ولی سرویس هایی هستن در بی بی سی که رادیوشون بسته میشه ولی سرویس آنلاینشون میبونه، مثل مثلا بخش روسی یا بخش چینی رادیوشون بسته خواهد شد. یه بخشای دیگه هم هستن در بی بی سی، مثل بخش عربی، بخش فارسی و یا بعضی بخشای دیگه که در اونها هم باید حتما یک مقداری از بودجهشون کم بشه تا بتونن کارشون ادامه بدن. به بخش فارسی اشاره کردید، بر روی پخش برنامه‌های ما چه تأثیری میذاره؟ این رو در مهمترین تغییری که در بخش فارسی بی بی سی در نتیجه این تغییرات جدید خواهد افتاد، متاسفانه این خواهد بود که رادیوی عصر بی بی سی که به نام جام جهان ما مشهوره دیگه بعد از مدتی پخش نخواهد شد. این نتیجه‌ایه که متاسفانه تحمیل شده بر بی بی سی و به دلیل کاهش بودجه و به هر خیلی از سرویس ها کلن بسته شدن در بخش فارسی. تلویزیون اسمش سابق سر جاش میمونه، سایت ما، آنلاین ما همچنان خواهد بود، ولی رادیوی ما دیگه برنامه عصر نخواهیم داشت. به جای اون، نه به جای اون، ولی برنامه صبح ما همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه صبح رادیو. برنامه صبح رادیو. این کاهش 16% در بودجه سرویس جهانی بین بخش‌های مختلف تقسیم میشه. از نظر بودجه الان ما در چه وضعی قرار میگیریم؟ منظورم تلویزیون فارسی بی بی سی و همینطور رادیو، اون بخشی که میمونه و سایتمونه. ببین، در از بخش فارسی هم خواسته شده که یه مقداری از بودجهشو به اصطلاح پسنداز بکنه، خرج نکنه و بده برای این کاهشی که تحمیل خواهد شد. و ما برای اینکه بتونیم به این خواسته بخش جهانی بی بی سی برسیم، مجبور شدیم که رادیوی عصرمون و شبانگاهیمون رو در واقع تعطیل بکنیم. غیر از اون تأثیر عمده‌ای بر بخش فارسی بی بی سی نخواهد داشت. البته اون هم به نظر من قابل تأسفه. به هر حال بسیاری از شنوندگان بی بی سی هستن که از قدیم شنونده این برنامه بودن در ایران، افغانستان، جاهای دیگر دنیا برنامه جام و جهان نما رو گوش میدادن. یکی از قدیمی ترین برنامه‌های زبان فارسیه، ولی متاسفانه در این اوضاع بد اقتصادی در انگلستان که در همه جا کاهش بودجه شده، در بی بی سی هم باید این کاهش صورت میگرفت. در بخش فارسی هم این برنامه ما از بین خواهد رفت، ولی در مقایسه با سرویس های دیگه باز هم وضع بخش فارسی بهتر خواهد بود. متشکرم از صادق صباح.